استان شکرستان است، مانند جنوب و جنوبی ها شیرین هستند این ساقه ها. روزگاری بعثی ها می خواستند اینجا را جولانگاه خود کنند، اما امروز طلوع آفتابش زمین ها را سبز و شیرین می کند. همه این اراضی زمانی همش میادین مین و زمین های لمیزرعی بود که در تصرف دشمن بود. برای ایستادن این ساقه های نیشکر 14 ماه زحمت کشیده میشه و خوزستان بزرگترین تولید کننده شکر ایران است. سطح زیر کشت این گیاه در حال حاضر در کل استان چیزی حدود 100 هزار هکتار هست. 7 شرکت توسعه نیشکر در استان خوزستان هستند و هر سال در پاییز و زمستان بزرگترین عملیات منظم و مکانیزه کشاورزی ایران در برداشت نیشکر در خوزستان اتفاق می افتد. مشغول برداشت نشکر بودیم. میرم از مزرعه نی بارگیری میکنیم، میاریم تو کارخونه تخلیه میکنیم. برداشت میکنیم در راستای اینه که ما بتونیم برداشت سبز انجام بدیم، چون برداشت دستی قاعدتا باید کامل سوخته باشه. و اما اینجا برای ساقه های نیشکر خوابهایی دیدن. بعد از ورود نیشکر به سالن آسیاب، نیشکر واحد 5 مرحله عصاره‌گیری وارد آسیاب‌های 5 غلطکه میشه که پس از آن شکر خام به دست می آید و با انجام عملیاتی مانند پخت، تقلیز و تصفیه دانه‌های بلوری شکر خود را نشان می‌دهند. تمام فرایند تصفیه شکر تحت کنترل مدیریت کنترل کیفی قرار داره که توی آزمایشگاه‌های با دقت خیلی زیاد تمام فرایند تحت کنترل قرار می‌گیره. نیاز داخلی کشور به شکر 2,200,000 تن در سال می باشد که از این مقدار حدود 800,000 تن در استان خوزستان تولید می شه. در این قسمت کل عملیات تولید توسط اپراتورها کنترل می شه. شیرینی شکر دوچندان هم می شود وقتی از داشت تا برداشت، از برداشت تا عرضه از دست نیروهای بومی باشد. حدود 420 نفر مستقیم مشغول کار می باشن. و البته اینجا آخر قصه ساقه های نیشکر نیست، بلکه توفاله هایشان دوباره به زمین بر می گردند تا جانی دوباره به زمین بدهند. با این کار به هر حال هم حفظ محیط زیست رو داریم و هم افزایش مواد عالی خاک و پایداری تولید. کار برداشت نیشکر تا اسفند ماه ادامه داره و پیش بینی میشه حدود 8 میلیون تن نیشکر از سطح مزارع استان خوزستان برداشت بشه. موزانی، باشگاه خبرنگاران، شرکت کشت و صنعت امیرکبیر.